هشتم دی ماه 1396 خورشیدی و 29 دسامبر 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به یک شگرد حکومت برای خوردن هزاران میلیارد تومان پول مردم با بررسی پدیده شاندیز. دلیل فعلی اعتراضای مردم چیه؟ قبل از هر چیز همین دزدی و فساد مسئولان حکومت. نان، گرانی. امشب در ضمن پرده آخر ویژه خواهیم داشت، آخر سال میلادی است و همین، بریم سراغ تقدیمی. این هفته هم از یک جانباز به رهبر نظام مقدس. با سلام خدمت تمام دستان در کاران صدای آمریکا، من یک جانباز جنگ تحمیلی هم که بارها رفتم جبهه، یه بارم مجروح شدم، پام ترکش خورد، الان من از جفت پا، من الان 55 سال سن دارم، چش راستم اصلا نمیبینه، یعنی من چشم چپم رو ببندم تا سر خیابون نمیتونم برم. با همین حال پیک کار میکنم، روی موتور کار میکنم با این سنم، بارها زمین خوردم، کاش من میتونستم اکسل پاهم و دستم رو واسهتون بفرستم تا ببینید که تمام مال زمین خوردگی و کبودی و ایناست. زن و بچه من از نداری گذاشتن رفتن، زن من طلاق گرفت رفت از نداری. یه سنگای جلوی پای آدم میزن که آدم پشیمون میشه، میگه ای کاش نمیومدم بنیاد. آقا من الان با موتور با پیک کار میکنم، من از این سر تهران اون سر تهران باریم برم 15,000 تومان. من توی اتاق تنها دارم زندگی میکنم، اتاقی که تا 1 متریش رطوبت داره، آب گرم نداره. من دارم مایی 2 میلیون دادم که اونم پسر برادرم داده، 250 تومن کرایه خونه میدم. آقا من فردا با موتور خوردم زمین، پام شکست، دستم شکست، کی از من نگهداری میکنه؟ من فردا یه سال دیگه نتونستم رو موتور بشینم، من باید خرجم از کجا در بیارم؟ اطرافیان و فامیل و بخش محل و دوست و آشنا حداقل 150-200 نفر که حال من رو دیدن بسن خوردن، میگن اگر جنگی بشه روشنم تا پشت دروازهای تهران بده ما نمیریم جنگ. تو رو دیدیم تو آسمان بخش عبرتی، اگه زیرمیزی دادی آقا، اگه آشنا بودی، پارتی بودی، بالاخره محرم شده بودی، نور تو رو همه. اگه نبودی مثل منی، هیچی یه دونه چوب کبریت من از بنیاد شهید و عیسایران نگرفتم، نمیدن، چون من خودی نیستم. پنجشنبه هفتم و امروز هشتم دی ماه علیه گرانی و بی‌عدالتی مردم تو بسیاری از شهرهای ایران تظاهرات کردند. دیروز از استان خراسان شروع شد، نیشابور و بیرجند و کاشمر و خود مشهد که از همه جا وسیع‌تر بود. حمله مامورا با ماشین آبپاش و گاز اشکاور به مردمی که فقط اومدن تو خیابون بگن گرونی بابامونو در آورد. ولی همین مردم به موقعش جلو همین مامورا وامیستن. همین دیروز و امروز وقتی مامورا هجوم میبردن یکی رو بازداشت کنن، مردم نمیذاشتن. آه!
این اعتراض ها رو کی باعث شده؟ حکومت باعث شده مردم زندگیشون رو ول کنن، بیان تو خیابون شعار بدن، راه پیمایی کنن، کتک بخورن. هر دورم البته تعداد مردم و این اعتراض ها بیشتر میشه. ترس مردم طبیعتا میریزه. کسی که امروز اومد بیرون فردا میاد بیرون. اینا که امروز میان تظاهرات میکنن و میگن جونمون به لب رسیده، همون کسایی هن که چند ساله میرن جلو مجلس و جلو وزارت کشور و بانک مرکزی و تظاهرات و تحسن میکنن. اینا همون مالباخته هایی هن که زندگیشون رو تو حق بازی سیستم بانکداری و سرمایه‌داری آخوندی از دست دادن. مخصوصا مشهد که اعتراضای دیروز از اونجا شروع شد، بیشترین مؤسسه های مالی و اعتباری تو مشهد به وجود اومد. پدیده شاندیز هم تو همین استان خراسان به وجود اومده. گرچه مؤسسه اعتباری نیست، پدیده شاندیز شرکت سهامیه، ولی به همون شیوه هدایت شده حکومتی 130,000 خونواده رو بدبخت کرده. اینکه چرا استان خراسان و مشخصا مشهد مقدس بیش از همه جا این لونه های فسادو داره، میذارم خودتون فکر کنید. فقط خواستم بگم که تصادفی نیست اگر تظاهرات اعتراضی همزمان مردم روز پنجشنبه از مشهد و بقیه شهرهای استان خراسان شروع شد و امروز جمعه کشید به همه جا، کرمانشاه و ساری و رشت و همه جا. حالا فرصت باشه دونه دونه خدمتتون عرض میکنم. خب گفتم بررسی پدیده نمونه ایست برای رو کردن دست حکومت تو بازی با مؤسسه ها و شرکت هایی که به هر عنوان از مردم پول گرفتن. اوائل دهه 80، مشخصا سال 83 که روزی چند تا مؤسسه تعاونی مالی و اعتباری مثل قاچ ثبت میشد، آقای محسن پهلوان که بعد میشه صاحب پدیده شاندیز، میاد با چند نفر دیگه یه شرکت سهامی عام میزنه به اسم شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام، که بعد اسمش رو عوض میکنه به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز. بعد چی کار میکنه؟ نظرین از یکی از سهامدارای پدیده بشنویم. حدوداً 87 تا 88 میاد یه شرکت زیر مجموعه این شرکت تأسیس میکنه به نام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، که میخواد وارد حوزه ساخت و ساز تو ایران بشه و پلنایی که برای دورنمای این شرکت در نظر گرفته بود این بود که مراکز تجاری و تفریحی و توریستی تو کل ایران بسازه. از شاندیز شروع کرد به عنوان شهر رویایی پدیده شاندیز اونجا بسازه، بعد پروژه کیش رو افتتاح کرد، بعد میخواست بره رامسر، تبریز و شهرهای مختلف که ایران رو بتونه به صورت یه قطب توریستی در بیاره، همونطور که دبی، قطر اینا شدن هاب اینترنشنال، اون صنعت توریست رو دارن درآمدزایی میکنن. خب محسن پهلوان میخواست ایران رو قطب گردشگری بکنه با اجرای پروژه های مثل اون چیزی که در مثلا امارات، دبی انجام شده تو این 10-15 سال اخیر. اون پروژه هایی که شما تو امارات میبینید بیشترش سرمایه‌گذاری خارجیه، شاید همش. این پول کلونی که باید هزینه اجرای این پروژه های آقای پهلوان میشد از کجا آورده شده بود؟ که قبلش هم به قول خودش آقای پهلوان یک کبابی داشته. قطعاً پولایی است که به اسم وام از همین مؤسسه های مالی و اعتباری گرفته بود. با چه زد و بندی؟ بالاخره این ساپورت میشد. حالا من چیزایی که فقط شنیدم، چون من که با آقای پهلوان در ارتباط نبودم که بدونم آقا پشت پرده آقای پهلوان آیا سپاه بود، آیا مثلا یکی از همکارانش آقای شوشتری بود که حالا نمیدونم داداششون یا پدرش داداششون حالا اون نسبتی با خانواده شهید شوشتری دارن یا ندارن، ارتباط پشت پردش مشاهی بود، یه عده میگن پشت پردش نمیدونم سیاست جهانگیری بوده. پهلوان کمتر از 1,000 میلیارد تومان شروع کرد شرکت ها رو راه اندازی کردن، یعنی 1 میلیارد و خورده ای تعداد سهام شرکت ابنیه که بود
این مثلا حدود 100 تومن با حدود 150-200 میلیارد تومن شرکت پریده رو ثبت کرده بود و شروع کرده بود رو خاک سال 88. خب با قیمت اسمی هر سهمی که 100 تومن بود، یعنی سال 88 قیمت هر سهمی که شروع کرد به فروش که هنوز پدیده روی خاک بود 100 تا 200 تا تک تومنی بود. و پهلوان اومد سرمایه های خرد مردم رو داشت تزدیک کرد به این صورت که آقا کسی نداشت به خودش تو صنعت ساختمانسازی ورود پیدا کنه و شریک بشه. خب این شرکت میوم سهام این شرکت رو میخرید، این شرکت ساختمانسازی میکرد و از اون ارزش افزوده‌ای که پیدا میکرد قیمت سهامش رو میبرد بالا و هر روزی هم که مردم میخواستن باز خرید میکرد ازشون و پولشون رو بهشون میداد. شرکت امنیه و ساختمان که پروژه های ساختمان سازی تحت نظرش بود و شروع کرد به سهام فروشی این شرکت امنیه، این سهامی خاصی. خب مشکل همینجاست، شرکت امنیه که سهام فروشی کرد سهامی خاص بود، یعنی این شرکت که سهام فروخته به 136 هزار نفر و دست کم 8 هزار میلیارد تومان به همین مردم بدهکاره، اصلا حق سهام فروشی نداشته و حق تبلیغات نداشته چون اصلا یه شرکت سهامی خاص بوده. حساب و کتابش یعنی فقط با مدیراش بوده و نه با سهامدارا. محسن پهلوان میاد شرکت سهامی خاص رو به جای شرکت سهامی عام جا میزنه، یعنی گنجیشک رو رنگ میکنه به جای قناری میفروشه. کلید صندوقچه اسرار پدیده همینجاست. یه توضیح کوچیکی بدم، ببخشید که این توضیح رو میدم، شاید بعضی‌ها ندونن این فرق شرکت سهامی عام و با شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که سهامش تو دست مردمه، 51% سهام به بالا. فقط شرکت‌های سهامی عام در بورس پذیرفته میشن از طریق عرضه اولیه سهام که خودش یه پروسه‌ای داره، یه روندی داره. شرکت‌های سهامی خاص شرکت‌هایی هستند که سرمایه‌شون مال سهامدارا نیست، نمیتونن وارد بورس و خرید و فروش سهام بشن، سهامی ندارن. یه چند نفر، حد اکثر تا 5 نفر قانوناً با هم شریک میشن، یه شرکت سهامی خاص را میندازن که از بنیاد با شرکت‌های سهامی عام فرق می‌کنه. هم سرمایه‌اش، هم چگونگی کارکردش، هم همه چیش. سهام شرکت سهامی عام تو بازار بورس معامله میشه بر اساس قانون عرضه و تقاضا. تو این چارچوب نظام سرمایه‌داری بر اساس قانون عرضه و تقاضا در بازار بورس قیمت سهام شرکت سهامی عام تعیین میشه. یعنی هیچ کی نمیشینه بگه مثلا هر سهم مثلا پدیده از فردا اینقدره. توی پدیده هیئت مدیره پدیده که ابنیه پدیده که رئیسش محسن پهلوان بود به عنوان شرکت سهامی خاص می اومد ارزش سهم رو تعیین میکرد خودش، چون شرکت سهامی عام نیست که ابنیه پدیده شاندیز که تو بورس ارزش سهامش روشن بشه. میشه اسم حساب سود و زیان خودش میگه از فردا بهای هر سهم 20,000 تومان. مثلا چه قیمتی فلان برجی که ساختیم اینقدر رفته بالا، بنابراین قیمت سهام مثلا تا 6 ماه پیش 12,000 تومان بود، مثلا الان 20,000 تومان. مردم هم هجوم میبرن، سهم‌ها رو میخرن که با این سرعت داره قیمت سهمشون میره بالا تا شاید یکی دو سال دیگه پولدار بشن، بعدم به قول صمد آقا ثروتمند بشن. بعد یه عده از همین مردم احتیاج به پول پیدا میکنن، تو این فاصله میان چند تا سهمشون رو یا کلشون میفروشن به خود پدیده، یعنی پس میدن پولشون رو میگیرن میرن. ولی اینا چند درصدن؟ در کل سهامدارای پدیده شاید 2% هم نشن، چون سهمی که 8/8/88 خریدن اون روز فروش سهم که گفتن امام تولد امام رضا است فلان آقای پهلوان اعلام کرد از این روز شروع میشه، 8/8/88 سهمی که خریدن 100 تا تک تومانی یهو شد 12,000 خورده. همینجوری هم داره بالا میره، یعنی داشت بالا میرفت. خب چرا سهامدار بفروشتش؟ این رشد بی قاعده که معروف شد به رشد حبابی با دولت روحانی کلی مسئله ساز شد. گیری که به ایشون دادن گفتن که
سهام شما حبابی رفته بالا، چون که خارج از بورس داشت معامله میشد، یعنی خود شرکت میفروخت، در تمام ایران هم شعبه و دفتر داشت برای خرید و فروش، و هر روزی هم که شما خود شرکت هم هر روز قیمتش رو تعیین میکرد. از سال 88 که با 100 تا 1 تومانی شروع شده بود تا سال 93 که رسیده بود به 12072 تومان دی ماه 93. یعنی هر روزی من سهامدار به پولم احتیاج داشتم، میرفتم به یکی از شعب شرکت مراجعه میکردم، میگفتم من به پولم احتیاج دارم، طبق قیمت روزی که خودشون تعیین کرده بودن پول نقد به من میدادن و 40 روزه پاس میشد. ببینیم پدیده میدونه، اصولا این مؤسسه ها و شرکت ها میدونن که همه سهامداره که نمیرن سهمشون رو بفروشن و پولشون رو نقد پس بگیرن، برن دنبال کارشون، یه اقلیتی بنا به نیازشون این کارو میکنن و پدیده برای اون اقلیت قطعا امکان تأمین مالی هم داره، حتی اگه نخواد یک قرون از داراییشو که مال مردمه در واقع بده، میره وام میگیره، با وام گرفتن هم پول فروشنده های سهمو میده، هم به پولایی که گرفته دست نمیزنه، هم مردمو که سهام دارن توی پدیده بدهکار میکنه، چون وام به اسم پدیده گرفته میشه و با این وام پول مردمو میده، مردم هم که سهامدارشن تو سود و زیانش نقش داره. این که محسن پهلوان پول از کجا آورد که رویای شهر پدیده و اون داستانایی که شنیدین و پروروند، در همین حد میدونم که یک قلم سال 92 از مؤسسه میزان که برشکسته شد مثلا وام گرفته بود به اسم پدیده. اصولا یکی از دلایل برشکستگی این مؤسسه ها دادن وامای کلون به مؤسسه های اعتباری دیگه است که بعداً اعلام برشکستگی کردن. تو برنامه های مربوط به این مؤسسه ها قبلا خوندم اسامی هیئت مدیره تعدادی از این مؤسسه ها رو که دست کم 80% یکیان، یکسانن، یعنی اعتماد ایرانیان، فرشتگان، کاسپیان، اینا چند تا خانواده اند که تو همه هیئت مدیره ها هستن. اعتماد ایرانیان سال 91 بعد از اینکه 21 میلیارد تومان از میزان وام گرفت اعلام ورشکستگی کرد. سال 92 مؤسسه میزان 550 میلیارد تومان به پدیده شاندیز وام داد. حالا چی شد که پدیده شاندیز زمین خورد؟ اینا خب آقای پهلوان یه سری چیزا رو با دولت احمدی نژاد بسته بود. مثلا شهرداری توافق کرده بود که آقا من بسازم اینا رو، بعد شما مجوز و پایانکارا رو بدید. با جهاد توافق کرده بود. جهاد حتی برای تغییر کاربریای اون منطقه که یه سری زمینای مرغداری و کشاورزی بود که آقای پهلوان خریده بود و زمینه کرده بود به اون شهری که داشت میساخت تو هم محوطه خود شهر شاندیز، جهاد دلیل بود که اینا زمینای کشاورزی تغییر کاربری باید اونا خسارت بدید فلان مقدار. دو بار تو دولت احمدی نژاد شکایت قضایی کرده بود جهاد و رأی دادگاه به نفع پدیده صادر شده بود. یعنی اون موقع قبل چون با دولت بسته بود مجوزا رو داده بودن تغییر کاربری رو بهش، ولی بعد رفته بودن اعتراض کردن دیگه توی دادگاه محکوم شده بودن. که بعد از اینکه دولت عوض شد اینا اومدن دوباره ادعاهای قبلیشون رو دارن مطرح میکنن. همون جهادی که دو بار در دولت احمدی نژاد براش حکم قطعی صادر شده و ادعاش رد شده، رفته دوباره از آقای لاریجانی ماده 18 گرفته، یعنی دوباره اعاده دادرسی کرده و دوباره اومده حدود 1000 میلیارد تومان مدعی خسارت تغییر کاربری شده. جالبه جهاد بابت تغییر کاربری زمینهای کشاورزی توی شاندیز مدعی، خب شهرداری شاندیز بابت پایانکار تو زمینهای شهری میخواد هزینه پایانکار بگیره، آب منطقه اون منطقه بابت حریم رودخانه ای که اصلا وجود نداره مدعی خسارته. حریم رودخانه ای که روبروی شهر رویده شاندیز شهرداری شاندیزه و کنارش اون سمتش مسکنای مهر شاندیزه. جالبه ما نمیدونیم این دقیقا این رودخونه اول مثل اینکه اول شهر پدیده این پروژه پهلوان جوشیده آخرش هم خشک شده، رودخونه ای که اصلا وجود خارجی نداره. یعنی جالبه در یک زمینه هم جهاد هم شهرداری هم آب منطقه‌ای مدعی خسارت هست.
هر کدومشون هم بالا به 1000 میلیارد تومان. یعنی فعلا 3000 میلیارد تومان اینجا برداشته میشه از دارایی پدیده. خب این اگه الگویی باشه، دارایی پدیده که در واقع سهام مردم، این اگه الگویی باشه برای همه مؤسسه های مالی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، یعنی خود حکومت امام زمان کمک میکنه تا این مؤسسه های مالی درست بشن، بعدم به این روز بیفتن تا کمبودهای مالیشون رو با پول مردم که رفته تو این مؤسسه ها جبران کنه. ببینین در مورد پدیده بهش مجوز میدن، طرف 88 تا 93 میره جلو 5 سال، داراییش میشه 20000 میلیارد تومان. من اگه فرصت باشه یه بار دیگه این رقمی رو که تو برنامه پیش فکر میکنم گفتم که با این پولا، این پولا یعنی چقدر و با این پولا چیکار میشه کرد، داراییش تو 5 سال میشه 20000 میلیارد تومان با پول مردم. دولت یقش رو میگیره، کاری نداره که بخوای یقه یه سرمایه دار رو بگیری بگی اینجا غیر قانونی عمل کردی، اونم تو ایران. یقش رو میگیرن سال 93، همه دارایی و داشت و نداشتش رو خودشون دست میگیرن و هیچ تیکه تیکه ازش میکنن. اول به اسم خسارت جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی، بعد شهرداری، بعد آب منطقه‌ای، همش مال دولته. 3000 میلیارد تومان برمیدارن یه قلم. مؤسسه های مالی و اعتباری رو که تا حالا چند تا برنامه دربارشون داشتیم و یادتون باشه همشون یک حلقه مفقوده داشتن و دارن، اینکه همشون با اطلاع بانک مرکزی، چه تو این دولت، چه تو این دولت تدبیر عمومی، چه تو اون دولت پاک دست احمدی نژاد، با اطلاع بانک مرکزی به وجود اومدن، چند سال، بعضیاشون چند ماه، هزاران میلیارد پول مردم رو گرفتن به اسم افزایش اعتبار و سود و سهام و غیره، بعدم که گفتن ورشکست شدیم یا دولت خودش رفت اینا رو مثلا پلم کرد و خودش اختیارش در دست گرفت، پول مردم رو خوردن و رفتن یه مؤسسه مالی اعتباری دیگه، همون آدم ها راه انداختن و روز از نو روزی از نو. مردم که اعتراض میکنن، بانک مرکزی و دولت میاد وسط، یه سری وعده و دروغ تحویل مردم میده و میره. چرا؟ چون از قبل این مؤسسه ها سود میبره، از درخواست 300 میلیون تومانی مجوز گرفته بانک مرکزی تا قبضه کردن این مؤسسه ها و نشستن رو پولای مردم. پدیده شاندیز هم وقتی شروع شد از شهریور 88 تا آبان 93، حکومت و مسئولاش همه حمایتش میکردن، تبلیغای هالیوودیش تو سیمای آقایون که یادتونه، حمایت رئیس کل دادگستری استان رو داشت، حتی منتظری دادستان کل کشور میرفت تو افتتاحیه طرحاش شرکت میکرد. پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس قبل از اینکه پهلوان بازداشت بشه رفت مشهد و شاندیز و گفت که این اصلا یه عزم ملیه که این آقا داره انجام میده. یه تعریفایی که یه تیکش رو بشنوید از قول پورمختار، گوینده شبکه استانی، از قول او میگه این طرح با به کارگیری حدود 30000 نفر، ایجاد اشتغال برای آنها و جذب سرمایه های کوچک مردمی در این مسیر کاری ارزشمند و ماندگار است. او افزود معتقدم فعالیت های صورت گرفته در مجموعه ای که در دست ساخته است بیانگر عزم ملی است و این حرکت می تواند هم جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و هم پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشد. بعد از آبان تا بهمن 93 که اعلام میشه پدیده غیر قانونی، چه اتفاق میفته؟ خیلی جالبه ببینید چجوری پولای مردم بدبخت و در عرض 3 ماه، اواخر آبان، آذر، دی، بهمن، در عرض 3 ماه ببینید چقدر و چگونه پولای مردم رو میگیرن، بعد بلافاصله مؤسسه رو پلمپ میکنن. بعد از اینکه سال 93 آقای دادستان مشهد حالا توسط اون پشت پرده که پلنا چیده شده بود، آقای دادستان مشهد جلودار شد، اومد مصاحبه ای که آبان 93 ایشون انجام داده میگه که سهام پدیده شاندیز حبابی رفته بالا، این پدیده بزرگترین کلاهبرداری قرنه
و سهام 6 برابر ارزش واقعیشه، یعنی عملا سهام 2000 تومان داره اعلام میکنه اون موقع، موقعی که 12000 تومان بود. مردم ترسیدن. هفته بعدش، یکی دو روز بعدش، آقای مظفری رئیس دادگستری خراسان میگه نه، منظور آقای دادستان پدیده نبوده. آقای اجرایی مطالبه میکنه تو موضوع پدیده اختلاس و کلاهبرداری اصلا در جریان نیست. مردم دوباره اعتمادی پیدا میکنن. تو همون مدت آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 اون موقع میاد میگه پدیده عزم ملیه. یعنی این پلن چیده شده، مردم یه دفعه باز دوباره هجوم میارن برای خرید سهام، یعنی از آبان تا دیما، چون که دیما قرار بود دیما 93 یه دونه مجمع برگزار بشه که 15% سود توی اون این شایعه بودن که 15% سود میخوان بدن به مردم. یعنی شما یه روز قبل از مجمع هم اگه خرید میکردی تو اون چیز، تو اون مجمع سودشون رو گرفته بود. تو همون سه ماهه جالب صورت‌های مالی رو که نگاه می‌کنید، حدود 800 میلیارد تومان سهام سودش بوده فروشش تو همون سه ماهه نهایی. کل آورده مردم در طول 5 سالی که اومدن حدود 1200 تا 300 میلیارد تومان بوده تو کل 5 سال، یعنی از سهام 100 تومان تا سهام 12000 تومان، و 800 میلیارد تومانش فقط مال اون سه ماهه پایانی بوده که اینا با نقشه مردم رو بازی دادن. دیماه 93 که انجام اواخر دیماه دیگه دادستان وارد میشه و دستور توقف پدیده رو صادر میکنه، دستور پلوم دفاتر رو میده، اجازه فروش سهام رو لغو میکنه، دیگه اجازه فروش سهام رو به شرکت نمیده، تمامی تبلیغات تلویزیونی جمع میشه و عملا مردم میترسن و همه حدود تا اون موقع طبق اعلام خودشون 136 هزار نفر سهامدار بوده. البته اول اعلام کردن 110 هزار نفر، ولی تو این سه سال یه 26 هزار نفر اینا افزایش دادن. حالا ما خودمونم نفهمیدیم چجوری این هر روز تعداد سهامدارا رو بیشتر اعلام میکنن. بذاریم به این نکته آخر اول بپردازم، این که تعداد سهامدارا 110 هزار نفر بوده بعد 136 هزار نفر اعلام میشه و کدومش درسته. این یکی از شگردهای معمول این مؤسسه ها و در واقع خود میخواستم بگم دولت، دیدم فقط دولت نیست، همشون خود حکومته، اینا همه اینجوری تو دل هم دیگن بدون استثنا، همشون این دو تا دفتر روزنامه رو به قول بازاریای قدیمی دارن که تو یکیش حقیقت رو ثبت میکنن، این دفاتر ثبت خرید و فروش و هزینه و درآمد و بهش میگفتن، بهش میگن دفتر روزنامه، حالا تو حسابدارای بازاری، تو یکیش حقیقت رو ثبت میکنن برای خودشون نگه میدارن تو کشوی زیر میز، تو یکیش دروغ و اون دفتر دروغه که میدن به اداره مالیات و سهامدارا و نمیدونم اگه لازم باشه مثلا رو میکنن برای بازرسا که برن بعد برن بگن هیچ اشکالی پیش نیومده. اینا مثلا یه مؤسسه مشهدی دیگه که زیر سایه امام جمعه های مشهد و سبزوار رشد کرد، سامن الحجج بود. در پرونده سامن الحجج مواردی به چشم می‌خورد که بیانگر بزرگنمایی و دروغ از سوی این مؤسسه است، تا جایی که حسابسازی و ابراز بیش از 2000 میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم از سپرده های نزد بانک ها از سوی این مؤسسه دیده می شود. اطلاعات دیگر نشان می دهد در حالی که کارکنان تعاونی با احتساب شرکت های وابسته آن حدود 3500 نفر بوده اند، مدیران تعاونی این تعداد را تا 21 هزار نفر در مکاتبات خود به مراجع زیربط اعلام کرده بودند. سامن الحجج میدونیم که مال کی بود. ابوالفضل میرعلی مدیر عامل تعاونی اعتبار سامن الحجج، داماد نماینده رهبر معظم انقلاب در سبزوار، برادر زنش هم که حجت الاسلام صادق ابراهیمی امام جمعه موقت سبزوار باشه، بیش از 8 سال دادستان ویژه روحانیت 4 استان غربی کشور بوده و همکنون معاون دادستان ویژه روحانیت تهران است. و
وقتی عده کارکنا رو میشه 7 برابر اعلام کرد، یعنی 3500 تا کارمند رو میشه 21000 نفر اعلام کرد، ماهیان حقوق و مزایای 18000 تا کارمند نامرئی رو بالا کشید، کاری نداره که سهامدار قلابی درست بکنه. 110000 تا رو بگن 136000. بله، حالا درباره پدیده، در مجمع فوق‌العاده پدیده کلی سود عاید سهامدارا شد، درست؟ یعنی سودشون رو سهامدارا به عنوان امتیاز ویژه توی اون مجمع گرفتن، مجمع فوق‌العاده. یه هفته بعدش دادستان مشهد آقای صادقی اقدام کرد، درست؟ سودی داده نمیشد آقای فلاحتی. می کنید یه مجمع تیر ماه برگزار شده بود، شرکت سود نقدی نمیداد. مثلا میگفت سود من 10%، شما اگه 1000 تا سهام دارید حالا سهامتون 1100 تا، 10% سهامتون بهتون سهام اضافه میکرد. خب بعد از اینکه پلمب میشه پدیده، این شرکت اعلام میکنه که هر کی میخواد بیاد سهامشو بفروشه به خود پدیده، یعنی حالا پس بده. وقتی 65000 نفر میرن سهامشون رو بفروشن، پولشون رو بگیرن، برن دنبال زندگیشون، دیگه زمانی که میفهمن کلاهی گنده ای سرشون رفته، هجوم میبرن دیگه. یه تعداد هنوز امید داشتن که شاید درست بشه، 65000 نفر یعنی نیمی از سهامدارا میرن میگن آقا ما نمیخوایم، اصلا خر ما از کردگی دوم نداشت، پول ما رو بدین بریم دنبال زندگیمون. یه تعهدنامه بهشون میدن، پول نمیدن. ببینین، بر طبق این گواهینامه تعهد بازپرداخت فلان، بر طبق این تعهدنامه 7 ماه بعد طرف باید مراجعه کنه، همه سپردش رو به اضافه سود روز شمار 30% دریافت کنه، طبق تعهدنامه‌ای که دیدی. یعنی در واقع 7 ماه سپرده یا سهامش رو قرض اجباری میده به پدیده تا پدیده بتونه سر و سامون بگیره و بعد از 7 ماه با سود پولی که به عنوان قرض داده طرف بیاد پولش رو پس بگیره. یعنی اون تعهدنامه میشه چک بانکی که تاریخش 7 ماه بعد. بعد سر رسید که یه شهریور 94 که باید طبق تعهدنامه پول 65000 نفر رو که تعهدنامه دستشونه پدیده پرداخت کنه. شهریور 94 چقدر میگذره از اون موقع؟ 2 سال بیشتره که گذشته و هیچ خبری نشده. یه قرون حتی به حتی یک تعهدنامه دار داده نشد. پدیده کاملا موضوعش با مؤسسات مالی و اعتباری متفاوته و برعکس، چون که پدیده حداقل الان 20000 میلیارد تومان اموال موجود داره که با کف کارشناسی انجام شده خود قوه قضاییه که زدن تو سر مال و اعلام کردن حدود 10000 میلیارد تومان برآورد کردن. خب و مطالبات همه ما مردم، 136000 نفر سهامدار که 65000 نفرشون ما تعهدنامه دارا هستیم که سهاممون رو فروختیم و تعهد مبلغ دار داریم با سود روز شمار 30%، همه مطالبات ما تا همین امروز بخوان پرداخت کنن حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومنه، یعنی حتی کمتر از برآورد قوه قضاییه. یعنی پدیده و اموال و املاک موجودش که کاملا موجوده تو همین مرحله ساخت بیشتر از مطالبات مردمه، ولی اینا پلنی که 3 ساله دارن ادامهش میدن اینه که پدیده روز به روز بیان بدهکارتر کنن، مردم رو مؤثرتر کنن، مجبور کنن به فروش سهامشون به ثمن بخت، یکی یکی از پروژه دکشن برن. یعنی طرف به استیصال رسیده دیگه، میگه جهنم، مثلا 1/10 پولمو بگیرم از پدیده برم. الان پلن پدیده اینه، اینا افتادن روی 10000 میلیارد تومان اموال کارشناسی شده قوه قضاییه، طبق کارشناسی 10000 میلیارد تومان که ارزش واقعیش 20000 میلیارد تومانه، و میخوان پول مردم هم ندن و مردم رو با بازی سهامدار کردن دوباره و انداختن ریسک افت ارزش سهام، که آقا شما سهامت 3 سال پیش 12000 تومان بوده ولی الان به 1000 تومان هم نمیتونی بفروشی، یعنی میخوان کل پدیده رو با 1000 میلیارد تومان مردم رو دک کنن از پدیده برن.
و حدود 19 هزار میلیارد تومان بکشن بالا برای جیب خود هزاران. ببینین سهام پدیده که سال 87 100 تا تک تومانی بود، سال 93 چقدر شد؟ یعنی چی که بیان بگن سهام شما سه سال پیش 12,000 تومان بوده الان 1,000 تومان هم نمیتونی بفروشیش با این رشد سهامی که تا حالا داشته؟ یعنی چی؟ آقای پهلوان مدعی بود 25,000 میلیارد تومان اموال شرکت ابنیه ساخته شده. خب شرکت ابنیه تعداد سهامش 1,875,000,000 عدد سهامه. اگر 25 حدود 25,000 میلیارد رو تقسیم بر 1,875,000,000 تعداد سهام شرکت ابنیه کنید، چیزی حدود 12,000 تومان قیمت سهام برآورد میشه. این ادعای آقای پهلوان بود در سال 93 که طبق اونم داشت سهامش رو قیمت گذاری کرده بود و خرید و فروش انجام میداد. از حدود مهر یا آبان ماه سال 94 که الان سال 96ایم، این دو سالی که از پهلوان گرفتن و اونو تو زندان کردن، سه بار کارشناسی قوه قضاییه شده و گفتن حدود 10,000 میلیارد تومان اموالیه که برآورد شده با کف قیمت کارشناسی قوه قضاییه، چیزی که موجوده. این 10,000 میلیارد تومان رو تقسیم بر همون تعداد 1,875,000,000 سهام اگه بکنید، با کسر بدهی‌ها حدوداً میشه قیمت سهام 3,375 تومان، چیزی که الان دارن ما مردم حساب میکنن. مثال نوعی میذارم، 100 میلیون تومان از این شرکت تعهد نامه دارم، الان بعد دو سال باید 160 میلیون تومان به من بدن دیگه با سود 30%، چون دو سال از روش گذشته. اومدن مصوبه کردن که سود 30% یعنی 60 میلیون تومان تو که نمیخوایم بدیم، 100 میلیون تومان هم به سهام 3,000 تومانی میخوایم بدیم که باید 3,000 تومان حساب میکنیم، ولی 1,000 تومان هم نقد نمیشه. یعنی من به 10 میلیون تومان هم نمیتونم برسم. چرا سهام 3,000 تومانی 1,000 تومان هم نقد نمیشه؟ ما طبق اموال برآورد کردیم 3,000 تومان قیمت سهامه، ولی بازار سهام توی بورس، یا البته وارد بورسش که نکردن، یه اتاق مجازی کاملا قابل دستکاری خودشون ایجاد کردن به صورت اینترنتی تو همون سایت شرکت که برید اونجا بفروشید. آقا من مثلا قیمت میذارم 1,000 تومان، وقتی کسی نمیخره هر روز قیمت میاد پایین. ما میگیم آقا ما طلبکار شرکتیم، شکایت از ما قبول کن. از من شکایت قبول نمیکنه شکایت حقوقی ثبت کنه خلاف ماده 34 قانون اساسی. شکایت ثبت نمیکنه من بتونم توقیف اموال بگیرم. آقا من سهام نمیخوام، من طلبکار شرکت مگه نیستم؟ شرکت اموال داره، املاک داره. اینا میخوان اموال املاک رو قبضه کنن. آقای صلاحتی منو با بازی سهام سهامدار رو دک کنن به ثمر بره. من نوعی مگه تا کی میتونم صبر کنم؟ فردا اینکه یه عمل جراحی داشته باشم، خب میگم سهامم به جهنم، بذار یه دهم پولمو بگیرم خرج بیماریم بکنم. این حرف همه سهامدارای پدیده است. دیگه مرده، پول ما را کی خورده؟ پدیده دیگه مرده، پول ما را کی خورده؟ پدیده رو نمیخوای، ما پولمون رو میخوای. 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 پدیده خب محسن پهلوان سال 94 به این دلیل که نتونسته بود به تعهدش در قبال سهامدارا عمل کنه، بذارین من این تعهدنامه‌ای که صحبتش شد برای اینکه دقیق دستتون بیاد و براتون یه بار دیگه مشخص عرض کنم و ادامه بدیم. ببینین طبق گفته این سهامدار محترم پدیده که صحبت می‌کردن، آقای پهلوان میگفت هر سهم 12,000 خورده‌ایه. بعد بهمن و اسفند 93 تعهدنامه ای میدن به اون 65,000 نفری که میخوان پس بگیرن پولشونو.
سررسید تعهدنامه شهریور 94. تعهدنامه رو یه بار دیگه نشون بدیم خیلی ممنون میشم. توی تعهدنامه نوشته، ببینین، گواهینامه تعهد بازپرداخت وجه سهام، نوشته به موجب این گواهی شرکت فلان توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان سهامی عام متعهد به پرداخت مبلغ فلان ریال بابت خرید قطعی اینقدر سهم از سهام شرکت فلان با کد سهامداری و کد ملی فلان نزد شرکت ابنی و ساختمان پدیده شاندیز سهامی خاص به قیمت اسمی هر سهم 1000 ریال، همون چیزی که اول اعلام شده بود 100 تومان، و قیمت معاملاتی هر سهم 120720 ریال به اضافه 30% سود مشارکت سالانه. خب وجه مربوط در تاریخ فلان به حساب فروشنده به شماره فلان، تاریخ فلان یعنی گفتم که چندم شهریور 94، به حساب فروشنده به شماره فلان نزد بانک فلان واریز خواهد شد. به این دلیل که عرض کردم مثل چک میمونه این تعهدنامه. بدیهیست چنانچه قبل از سر رسید منابع مالی مورد نیاز فراهم گردید، وجه مزبور با احتساب سود روز شمار تا روز پرداخت محاسبه و تصفیه خواهد شد. ببینین، قرار بوده است که این، میگم، مثل چک واریز بشه. از اون موقع تا حالا هیچ خبری نیست. خب آقای پهلوان این کار نتونست بکنه، افتاد زندان. بعد همه اموال او منقول و غیر منقول ضبط شد، افتاد دست ستاد تدبیری که تو وزارت کشور دولت تدبیر امید خصوصا برای سر و سامون دادن به وضع پدیده درست شد. و این اتاق مجازی هم که این سهامدار محترم میگن دست هیئت مدیره انتصابی جدید نوروزی و یه چند نفر دیگه که سهامدارای پدیده میان مدام علیه هم هیئت مدیره جدید تظاهرات میکنن. سه سال تموم شد، وارد سال چهارم شدیم، وارد سال چهارم شدیم. یک مش افراد سودجو بالندوز و فرصت طلب را آوردن به عنوان هیئت مدیره برای ما انتصاب کردن که خود ما کوچکتر نقشی در انتخاب اونها نداشتیم و نداریم. برای ما تصمیم میگیرن، حقوقهای سیبرونی میگیرن، از پول ما برای شرکت تعطیل، شرکتی که سه سال تعطیل 30-40 نفر دوستان شون آوردن از پول ماها، ما این 30 میلیون به اونا حقوق میدن. میگیم بابا شرکتی که سال نداره، شرکتی که تعطیله، فقط حراست میخواد، فقط نگهبانی میخواد، ما سخنگو نمیخواد، ما هیئت مدیره کلاب نمیخواد، ما روابط عمومی تعطیل که بشین اونجا تصمیم چرخونه معلق بزنه، هزار تا دروغ به اسم اسلام تحویل رابطه ما نمیخواد. ما حقیقت را درک میکنیم. اما دیگه عهد قاجار نیست، عهد قاجار نیست، الان اصل روابط و ارتباطاته. از این بر دنیا تا اون طرف دنیا فاصله نیست. اینها ما را چه فرق کردن؟ آقای استاندار رشید، جناب آقای رشیدیان به ما چند دروغ بگو. آقای رحمانی فضلی وزیر محترم جسمن دو سال پیش گفتی منشور پدیده حل شده، دروغ گفتی، الان هم دروغات ادامه میدی. این دروغایی که صحبت میشه الان میشتم. ببینین، توی اون تعهدنامه نوشته که مورد تایید وزارت کشور و دولته، نوشته که بدیهیست چنانچه، یعنی قرار بوده شهریور 94 همونی که پهلوان داده بود و بعد این ستادی که دست وزارت کشوره، این هیئت مدیره انتصابی باید همینا انجام میداد. بدیهیست چنانچه قبل از سر رسید منابع مالی مورد نیاز فراهم گردید، وجه مزبور، حتی قبل از اینکه شهریور 94، وجه مزبور با احتساب سود روز شمار تا روز پرداخت محاسبه و تصفیه خواهد شد. میگه تا اون موقع، ها، نزدیک 2 سال پیش آمد آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، اردیبهشت 95، اومد گفت بابا اصلا حل قضیه دارایی‌های پدیده خیلی بیشتر از اون میزان سهامه، چرا نگرانی؟ خب خیلی بیشتر از میزان سهامه، چرا اینجا که نوشته بدیهیست چنانچه قبل از سر رسید منابع مالی مورد نیاز فراهم گردید؟ منابع مالی مورد نیاز که هست، بیشترش هم هست.
شنیدین دیگه، 20,000 میلیارد تومان منابع مالیه. قوه قضاییه میگه 10,000 میلیارد تومان. خب این منابع مالیشه، 8,000 میلیارد تومان بدهکار پدیده به سهامدارا، یعنی 2,000 میلیارد تومان هم اضافه دارین. بعد هنوز ندادین این پول مردم. ببینید حالا آقای فضلی چی میگه که ملت میگن که آه دروغ نگو انقدر. از اول تخلفات بسیار زیادی داشته، هم در حوزه جوازات تخلف داشته، هم در حوزه تملک تخلف داشته، هم در حوزه طرح جامع و طرح تفصیلی اون منطقه، و هم در حوزه های حقوقی. هیئت مدیره جدیدی تشکیل شده که این هیئت مدیره متناسب با اون تصمیماتی که اتخاذ شده با کارا پیش ببره. اونچه که از نظر وزارت کشور مطرح بوده رسیدگی به اصل پروژه و تخلفاتش بوده که به نظر ما این موضوع تمام شده است. اما برخی نمایندگان همچنان موضوع پدیده را تمام شده نمی دانند. فقط تعیین هیئت مدیره جدید و مدیر عامل جدید بیش از 6 ماه به طول انجامید. مشکل الان اینه که در هیئت مدیره یک همگنی نیست. یعنی ما به جایی که بریم مشکل پدیده را حل کنیم، ابتدا باید بریم مشکل هیئت مدیره را حل کنیم. اینا اعلام کردن شاید 2 سال طول بکشه کار ما. اما امروز وزیر کشور یک خبر اطمینان بخش برای سهامداران پدیده داشت. اینجا اعلام می‌کنم مجموعه دارایی‌های شرکت پدیده به اندازه‌ای هست که به هیچ وجه سهامداران نباید نگران منابعشون باشه. این صحبت مال اردیبهشت 95. خب اگه اینطوره چرا پول مردم رو نمیدین؟ تو این اوضاع که هر روز هم همه چی گرونتر میشه. سهامدار پدیده جون به لبش رسیده، سهامدار پدیده جون به لبش رسیده، سهامدار پدیده جون به لبش رسیده. آدم پر رو کیه؟ رحمانی فضلیه. آدم پر رو کیه؟ رحمانی فضلیه. پس تا دروغگو کیه؟ ببینین گرونی تو همه جای دنیا معمولا اولین دلیل شورش. جمهوری اسلامی که نون مردم رو کوچیک میکنه، چقدر مواد اولیه زندگی و غذایی مردم از سفره ها حذف شده، بعد به یه مرحله ای که میرسه مردم اعتراض میکنن، اعتراض رو نمیتونه تحمل کنه، اصلا احساس خطر میکنه و همین باعث میشه که اعتراضای صنفی که برای نان راه میفته میشه شورش های سیاسی. خلاصه ما یک چیز کوتاه در خلاصه، کسانی که اینجا مأمور هستن عنج بزنن به دوستان ما خیالشون راحت باشه. ما 4 سال همان دیار میشناسیم، هیچ کدوممون عنج پذیر نیستیم، هیچ کدوممون نقطه ضعف نداریم، ما سیاسی نیستیم، عنج سیاسی هم به ما نزنن. ما مشکلمون اقتصادیه، شما امنیتی کردید مشکل ما را، پولهای ما را میخواهید بالا بکشید. ما اجازه نخواهیم داد تا جان در بدن داریم از حقوقمون دفاع خواهیم کرد. و مرد مردانه، این شیر زنان، این شیر مردانه چه ملازمی کنید؟ این حال لحظه اینا نشستم 4 سال فریاد میکرد، تظلم میکنم، نه قوه قضاییه میشنوه، نه دولت میشنوه، نه هیچ کدومت مسئولی. چرا گوش ها چر شده؟ چرا مسئولین ما اینقدر چر شدن، کور شدن؟ ما عمل میخواییم، قصه به ما نگن، داستان وعده و وعید به ما ندن، یک اقدام بکنن. اقدام شبیده بلکه ما را بذارن مزایده 1,000,000 متر مربع، بلکه ما را بذارن مزایده بین المللی یا مزایده داخلی، پولهای طلبکارا را بدن. و بدتر از این و بیشتر از این که ما صبر نداریم. بله، سید علی حیا کن، مملکت رو رها کن. قم امروز و تظاهرات در اهواز، مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور. رشت به پیوست به تظاهرات در سوی سپول اصفهان، تظاهرات همدان، مشهد، کرمانشاه، ساری با شعار مرگ بر
دیکتاتور. خب بریم پرده آخر. شیخیم و سخنوریم و روحانیم و دلباخته وعظ و سخنرانیم و هرگز نشود پاک ز دامان زمان گندی که زدیم بر مسلمانی ما. و البته در آینده تاریخ پژوهان کشف خواهند کرد که برنامه پرده آخر صدای آمریکا هم بی تأثیر نبوده در تشویق هرچه بیشتر حضرات در گفتن حرفهای محیرالعقول به قول خودشون. این دو بیتی هم برای تاریخ پژوهان. گفتم به شیخ این همه نقل دریوری، گفتم به شیخ این همه نقل دریوری، مشکل بود چگونه بگویی براحتی. گفتا به عشق پرده آخر کنم تلاش، شاید شود قبول جناب فلاحتی. استاد هادی خورسندی، شب و روزگار خوش.